سلام و درود خدمت هموطنان عزیز، دوستان عزیز. همینطور که مشاهده میکنید گلهای زعفران درون سبد به گلدهی رسیدن. قصد دارم در این ویدیو آموزشی نحوه چیدن و نحوه جداسازی گل زعفران رو خدمتون عارض بشم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، دوران گلدهی زعفران حدوداً 3 هفته به طول می انجامه و توی این 3 هفته شما هر روز با گلهای زیبای زعفران مواجه میشید. معمولاً هفته دوم گلدهی دوران اوج گلدهی زعفران هستش. شاید این نکته براتون به وجود بیاد که بهترین زمان برای چیدن گل زعفران چه زمانی هستش؟ زمانی هستش که گل زعفران شما نه کامل شکوفه هاش باز شده باشه و نه کامل تمام بنش باشه، مثل این گلی که الان اینجا مشاهده میکنید. و اگر کامل باز شده باشه، اون قسمت قرمز رنگ گل زعفران یا همون قسمت 3 شاخه‌ای که ما بهش میگیم کلاله، در معرض هوای آزاد و نور مستقیم خورشید قرار میگیره و باعث کاهش عیار زعفران میشه. و اگرم تماما قنچ باشه، اون قسمت 3 شاخه‌ای یا قرمز رنگ به اون حد اکثر میزان رشد خودش نرسیده و این باعث میشه که شما کلاله قرمز رنگتون از طول کوتاهتری برخوردار باشه. دوستان، اگر گل زعفران رو نچینید به این حالتی که مشاهده میکنید پلاسیده میشه و طبیعتاً بعد از 2 الی 3 روز نچیدن به این شکل در خواهد اومد. حالا من قصد دارم یک گل رو برای شما بچینم و اقدام به جداسازی اون کنم. همینطور که مشاهده میکنید حالا چند تا گل رو چیدم. دوستان، برای مقیاس پایین، اگر شما داخل منزلتون خواستید اقدام به حالا جداسازی گلهای زعفران بکنید و دستگاه خوشکن رو نداشتید، بهترین کار این هستش که یک سینی بردارید و یک پارچه سفید بدون رنگ حریری شکل روی اون سینی قرار بدید و گلهای زعفران رو بعد از اینکه چیدید و اقدام به جداسازی کردید داخل این پارچه قرار بدید و اون رو در یک فضای گرم با حرارت غیر مستقیم قرار بدید. مثلا میتونه زیر بخاری باشه، میتونه در یک اتاق سربسته‌ای که داخل اون دمای هوا حدوداً 40 تا 60 درجه سانتیگراد هستش باشه. حالا چون مقیاس خیلی پایینی هستش و هدف آشنایی بیشتر با گل زعفران هستش، سعی کنید در همون فضای سربسته‌ای که حالا داخل منزلتون هستش قرار بدید این سینی رو و اقدام به خشک کردن کنید. حدوداً 2 الی 3 روز طول میکشه تا این قسمت‌های قرمز رنگ کامل خشک بشه. معیارتون این باشه که یک کلاله رو بردارید، مثل حالا یک ارزم به خدمتتون قسمتی که ترد شده باشه اون رو بشکنید. اگر ترد بود و شکونده شد خب معلومه خوش شده، ولی اگر خمیده شد، یعنی این کلاله هنوز رطوبتش به حدود 10% کاهش پیدا نکرده و جا داره تا بیشتر خوش بشه. حالا من یک گل رو به عنوان نمونه براتون انتخاب میکنم. همینطور که مشاهده میکنید ببینید این الان یک گل نیمه گون تمام گونش هم داره، هنوز بیرون نیومده از اون جوونه اصلی. وقتی میخوایم بچینیم سعی میکنیم از ته ساق اقدام به چیدن گل زعفران کنیم. همینطور که میبینید، ببینید چه گل بزرگی بود. و برای چیدنش دوستان سعی میکنیم که این قسمت 3 شاخه‌ای یا قسمت قرمز رنگ رو جدا کنیم و مثل حالا یک ریل این رو میکشیم و بیرون میاد. و سعی اگر خواستید به همین حالتی که مشاهده میکنید میتونید همینطور بذارید خوش بشه. اگر دوست داشتید میتونید قسمت قرمز رنگ رو جدا کنید و به همچین حالتی که مشاهده میکنید و قسمت سفید رنگ و زرد رنگ که ریشه زعفران هستش رو در یک جای دیگه حالا سینیتون قرار بدید. و همین رو، اینم قسمت زرد رنگ هستش که اینم جدا میکنیم و اونم در اینجا قرار میدیم. و خود گلبرگ زعفران هم حتی میتونیم ازش به عنوان دمنوش استفاده بکنیم، خشکشون کنیم و به عنوان دمنوش ازشون استفاده بکنیم. و تمام قسمت‌های گل زعفران برای ما کاربرد داره و میتونه برای سلامتی ما مفید باشه. دوستتون داریم هموطنان. 3 هفته منتظر روزهای زیبایی باشید که گل زعفران میتونه براتون رقم بزنه. عطر بی‌نظیرش و زیبایی بی‌نظیرش و تجربه متفاوتی که میتونه براتون در منزل رقم بزنه مطمئناً علاقه شما رو نسبت به این گیاه چندین و چند برابر خواهد کرد. دوستتون داریم، در پناه حق باشید. خدا نگهدار.